آقای نیوتن زبان عبری بلد بود. شدیدن یاد گرفت می برای چی؟ ببینه بازگشت مسیح کیه؟ تو اعداد ریاضی. دنبال این بود که مسیح که برمیگرده نیوتن. و خیلی دوست داشت که توی این آثار باستانی‌ها بگرده ببینه که با این فرمول‌ها و اینا زبان‌ها کشف کنه که چجوری آیا مسیح برمیگرده یا نه. و نیوتن فرقش با نوستردامون اینه که نیوتن یه خورده به عرفا نزدیک‌تره تاریخش. حالا شوخی می‌گم ولی خیلی جالبه. و پایان جهان از نظر نیوتن مثلا زیر 2060 ولی بالای 2060 نیست، 2012 هم نیست، یعنی بین 2035 و تا 2060. حالا این حرفایی که نیوتن زده حالا خیلی نکته مهمیه که بدونیم که در یهودی هم این فضا هست، یعنی فرقه ای از یهودی هم هستن که اینجوری فکر میکنن، میگن 2018 چه چیزی میشه، جنگ جهانی میشه 2018، نه الان 16 این شروع جنگ جهانی 2018 که خیلی الان حضور ترامپ رو برای این میدونن که جنگ جهانی سوم وجود نیاد، یا اگه وجود اومد ترامپ بالا بیاد. این خیلی نکته مهمیه. دنیا داره میره به این سمت. 2018 جنگ جهانی سومه، 2022 جنگ رسمنه، 2025 80% جهان مردن، 2030 امام زمان ظهور میکنه، تا 2050 55 60 که همه دیگه میمیرن. این فرضیه است فلان. حالا فرضیه ای که 99.9 تمام سیاستمدارای جهان بیلیف دارن. حالا ببینیم فرضیه ای که همه قبول دارن، همه هم روش نمیکنن اون وقت، یعنی تمام سیاستمدارای جهان این کارو دارن. به هر حال نیوتن هم در طول تاریخ دنبال بازگشت مسیح یا مسیح بوده است. خیلی نکته مهمه. خیلی متشکریم، ممنونیم. بریم موسیقی بشنویم، برگردیم در کنار شما باشیم.